سرخط مهمترین خبرها، رویدادهای نوروزی در سراسر جهان، اعلامی عضو ارشد جبهه مقاومت افغانستان، فرمانده احمد سیفی درباره وضعیت پنجشیر، بشار الاسد پس از 11 سال به امارات سفر نمود. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال خبری ون اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. رویدادهای نوروزی در سراسر جهان، مهمترین جشن حوزه فرهنگی ایران نوروز است، اما امروز تنها ایرانیان نیستند که آن را جشن میگیرند، بلکه جمعیت بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان همین رویداد را به طور رسمی یا غیر رسمی گرامی می‌دارند. قدامت نوروز به 3000 سال پیش میرسد و بنا باور باستان ایرانی و زردشتی و اولین روز بهار و پیروزی نو بر تاریکی آغاز می شود. از جمله کشورهایی که در آن روزها همانند ایران تعطیل است و رویدادهای ملی شناخته می شوند می توان به افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و آلبانی اشاره کرد. همچنین در پژوهش های تطبیقی نوروز ایرانی و قبطی یعنی نوروز مصری معلوم شد که نوروز ایرانی در زمان داریوش بزرگ و از طریق او در مصر رواج داده شده است. امروز علاوه بر مردمی که نوروز را رویدادهای ملی، تاریخی و فرهنگی میشناسند و جشن میگیرند، چه آذربایجان و ترکیه و هند و چه گرجستان و روسیه، در بسیاری کشورهای دیگر انجمنهای دولتی یا فرهنگی و هنری به دلیل گسترش روابط دوستانه کشورشان با ایران یا به دلیل وجود مهاجران و ایرانیان فراوان مقیم آنجا، هر سال به مناسبت این رویداد بزرگ جشنهای برپا میکنند. در عین حال به نقل از صفحات اجتماعی، صفحه منصوب به عبدالعصیب نبرد روی برگه فیسبوک خود می نویسد: اعلامیه عضو ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان، فرمانده حامد سیفی درباره وضعیت پنجشیر. طبق راپورهای صحفی از نقطه نقطه پنجشیر، چی از آب دره پنجشیر، خواباک و غیره مناطق تحت نظر حاکمیت طالبان می باشد که طالبان روح جنگ را از دست داده است. نیروهای استخباراتی جبهه مقاومت گزارش داده است طالبان هر لحظه ای که میگذرد امید زنده ماندن در ساعت نمبر 1 پنجشیر ندارند. چندین پاسگاه های طالبان پست‌هایشان را رها نموده و به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی افتاده است. در همین حال دیشب حدود 12 حمله چریکی در ولایت پروان اندرآب‌ها و پنجشیر داشتیم که تلفات نیز برای طالبان داشت. رهبر جبهه مقاومت افغانستان به زودی با 33 وارد خاک افغانستان می شود. در عین حال خبرگزاری افق می نویسد: بشار الاسد پس از 11 سال به امارات رفت. رئیس جمهور سوریه برای اولین بار در طول 11 سال گذشته و از زمان آغاز جنگ داخلی در کشورش، جمعه شب 26 مرداد به یک کشور عربی سفر کرده و مقصد سفرش را دبی انتخاب کرده است. بر بنیاد گزارش ها وی با مقام های بلندپای امارات دیدار و گفتگو کرده است. این در حالی است که از سال 2011 با آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون تنها سفرهای خارجی بشار الاسد به ایران و روسیه بوده است. انجام این سفر در حال صورت میگیرد که همزمان با 11 سالگرد قیام مردمی در سوریه، نشانه های از گرم شدن روابط بشار الاسد با امارات دیده می شود. کشور یک متحد امریکا است و زمانی در سوریه از شورشیان حمایت میکرد که به دنبال برکناری آقای اسد از قدرت بودند. بشار الاسد در پایان روز جمعه با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ازوبیزبی و همچنان شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دیوای، دیدار کرد. ولیعهد ابوظبی در دیدار با اسد سوریه را ستون اساسی امنیت کشورهای عربی دانسته و تاکید کرده است که امارات متحده عربی مایل به تقویت همکاری با آن کشور است. این دو از همکاری و هماهنگی بین دو کشور با هدف کمک به امنیت، ثبات و صلح در جهان عرب و خاورمیانه صحبت کردند. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه من بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده، لایک، کامنت
و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها از مهمترین واقعات روز را برای شما به نشر برسانیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.